به مجموعه خبری ساعت ده با منی ماسیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. نبرد در بغلان، گفتگو در پاکستان، سیومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد برگزار شد. خواست این گروه از گروه های طالبان برای یک جا شدن به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بدون گذاشتن پیش شرط در نشست 18 جنوری در کابل تاکید بر پیام جامعه جهانی بر گفتگوهای صلح است. مدارا با طالبان یا فرمان ندادن به نظامیان. باشندگان بغلان میگویند با گذشت 12 روز از نبرد بغلان تا اکنون هیچ تغییری در جغرافیای جنگ نیامده است. همین 12 روز ما شما می‌بینید که بعضی از هلیکوپترها میان از فاصله بسیار دور و بغلان اونجا شوت میکنن یا میزنن اما نتیجه نمیده. در رسالور روزی که جنگ بود در رسالور پوستی سکوت شده بس عسكر روت که دل سوگ مرس و سوگ زخمی هم سوگ. کشمکش سیاسی بر سر قانون تحصیلات عالی. استادان معترض میگویند قانون تحصیلات عالی از سوی چند فرد مورد دستبرد قرار گرفته است. قانون به صبغه غیر ملی بین 3-4 نفر جور شده و غیر عادلانه ناجوان مردانه برای رئیس جمهور گفته شده. هرگاه به خواست مشروع قانونی استادای تحصیلات عالی افغانستان حکومت و وزارت تحصیلات عالی توجه نکنه، ما دست به راهپیمایی های وسیع خواهیم زد. و اظهارات غیر اخلاقی وزیر دفاع صربستان در برابر یک زن خبرنگار و ای را از مقامش برکنار کرد. به نام خدا و درود بر شما. سومین دور نشست چهار جانبه درباره تعیین نقشه راه گفتگوهای صلح افغانستان امروز در اسلام آباد برگزار شد. وزارت خارجه میگوید که نمایندگان چهار کشور در این نشست توافق کردند تا پایان ماه فوریه تاریخ گفتگوهای صلح روشن گردد. مشاور امنیت ملی پاکستان در این نشست تاکید می‌ورزد که برای سرگیری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نباید هیچ گونه پیش شرطی گذاشته شود. افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد درباره نقشه راه صلح و برگزاری هر چه زودتر گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان توافق کردند. در این نشست فیصله شد که گفتگوهای صلح باید سبب پایان خشونت ها و تامین صلح در افغانستان شود. در اعلامیه مشترک این نشست آمده است که زمان گفتگوهای صلح باید تا پایان ماه فوریه روشن شود. و نیز دور آینده نشست چهار جانبه در 23 ماه فوریه در کابل برگزار خواهد شد. این بسیار دلگرم کننده است که گروه همکاری چهار جانبه در دو دیدار نخست خود پیشرفت ثابتی داشته است و درباره هدف خود صداقت و جدیت نشان داده است. خواست این گروه از گروه های طالبان برای یکجا شدن به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بدون گذاشتن پیش شرط در نشست 18 جنوری در کابل تاکید بر پیام جامعه جهانی بر گفتگوهای صلح است تا بنیادی برای حل و فصل سیاسی دوامدار در افغانستان به وجود بیاید. انتظار می رود که شرکت کنندگان دور سوم نشست چهار جانبه تا پایان این نشست نقشه راه صلح را نهایی سازند. در این حال شورای عالی صلح می گوید که در این نشست باید افزون بر زمان و مکان چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح نیز باید روشن شوند. راتلونکو مذاکرات و دپاره به دوی و دلار نقشه جوړی او چې دا ټول پکې موثر دی. دا نقشه قربان مخکې په دې دوه غونډو کې کار شوی دی، دلته به اوس نهایي شي. او بله مهمه خبره هم دا ده چې دوی به نیټه د مذاکراتو د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې په دغه غونډه کې تعیین کړي. در حالی که مشاور نخست وزیر پاکستان میگوید که حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان باید بدون هیچ گونه پیش شرط در گفتگوهای صلح شرکت کنند، اما حکومت افغانستان قانون اساسی را رهنمود برای گفتگوهای صلح میداند. جمهوری اسلامی افغانستان جدا انتظار داره که در پایان نشست امروز نقشه راه برای گفتگوهای صلح ان شاء الله نهایی شود و با نهایی شدن این نقشه راه که یک چارچوب همه جانبه با گفتگوهای صلح خواهد بود و یک مسیر واضح و روشن را برای گفتگوهای صلح تعیین خواهد کرد. وزارت امور خارجه میگوید که در نقشه راه صلح در کنار روشن شدن زمان و مکان گفتگوهای صلح، مسئولیت‌های کشورهای دخیل در روند چهار جانبه نیز روشن خواهد شد تا بر بنیاد آن گفتگوهای صلح به پیش برده شود. همزمان با این در داخل پاکستان بی‌باوری‌ها نسبت به صداقت پاکستان در این روند
بار دیگر بیشتر شده است و برخی از روزنامه‌نگاران پاکستانی از برگزاری این نشست در پشت درهای بسته به شدت انتقاد می‌کنند. میاگل وسیق، تحلیلگر مسائل سیاسی، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای وسیق. چرا فکر می‌کنین پاکستان پافشاری داره روی اینکه بدون قید و شرط مذاکرات آغاز شود؟ بنام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما و بیننده تلویزیون شما. خب شما میفهمین که پاکستان تا هنوزم طوری که باید نتونسته اعتماد سازی بکنه، متاسفانه. و این باعث میشه که گاهی گاهی به خاطر ازی که اگر بتانن در بسیاری موارد باز هم یعنی پروسه را یک مقدار مثلا بتی بسازه یا یک مقدار طوری که خواست است، خواست زمان است که افغانستان چی میخواه و دنیا هم علاقه مند است، این ای پروسه به اون شکل پیش نره، گاهی گاهی چنین مسائل مطرح میشه. و من فکر میکنم خب جانب افغانستان هم نمیتونه، جانب اونو حرفایی را که دارن این یک خط سرخات بود که از این نمیتونه عبور بکنه. بنابراین دیگه شرط نیست، فقط دو طرف است، بر مذاکرات باید آماده شود و این مذاکرات چگونگیش به بستگی میگیره، بستگی داره که همین چهار جانب چگونه تنظیم میکنن که در کجا با کی چگونه مذاکرات صورت بگیره و کدام مسائل، که افغانستان نمیتونه اون خطوطی که پیشتر ما گفتم قانون اساسی ارزش هایی که تاییده 12 سال آمده یه ارزش ها را دیگه به صلاح پشت پا بزنه، به خاطر ازی که صلح، یعنی صلحی که با عزت باشه، صلحی که واقعا ما اینی ارزش ها را، امروز آزادی بیان، امروز موضوع حقوق بشر، امروز آزادی مطبوعات، قانون اساسی یه گپایی است که ما نمیتونیم میره، این دولت افغانستان نمیتونه این نادیده بگیره و این هیچ کس نباید نادیده بگیره. و همچنان طرف مقابل اگر اونو شرایط را که که آقای رها شو و نمیفهم از لست سیاه برای و از لست سفید برای، این این مسائل است که نمیتونه چیز باشه، فقط جنگ است. و فکر میکنم اگر شرط ای باشه که خب دولت افغانستان شاید ای شرط بگویه که شما وقتی که مذاکرات میگین حداقل آتش بس باید باشه، یعنی بدون آتش بس یعنی چی؟ چی مفهوم داره که شما از یک طرف پروسه مذاکرات پیش میبرین، از طرف دیگه باز انتحاری و انفجار در همه جا، این خودش نشاندندی ازی است که یعنی در امی پروسه صداقت لازم گویا وجود نداره. ولی خوشبینی در ای است که امیدوار هستیم که اینی طرف ها که چهار جانب هر کدام باید وظایف مشخص باشه. ولی اگر پاکستان آنچنان که شما اشاره کردین آقای وسیق اعتماد سازی لازم نکنه و باز هم به نحوی بازی بکنه با کلمات و کار خودش را انجام بده، فکر میکنین که آینده جنگ افغانستان چگونه خواهد بود؟ خب من فکر میکنم متاسفانه گذشته امتحان خوب نداد همین پروسه و همواره یعنی صداقت لازم نشان داده نشده و واقعا اعتماد سازی نشده، یعنی فضای بی اعتمادی که حاکم شده تصادفی نیست و امروز باید اعتماد سازی شود و قدم هایی باید گذاشته شود. قدم نخست خب موضوع مذاکره، سر موضوع مذاکره باید طالبان نشان و تا کنار ازی من فکر میکنم دنیا هم به این معترف هست و دولت افغانستان زیاد تلاش کرد تا ای که ایره تثبیت بکنه که جنگ جنگ صرف داخلی نیست، جنگ خارجی است و دنیا را منطقه را به این متقاعد ساخت که لانه ها در کجا هست و کی ایره دامن میزنه و باید به اصطلاح فابریکای اصلی که تولید صورت میگیره او باید بند شود، حداقل هیچ کاری نکنن، امیر حمایت نکنن، مراکز روشن وجود داره. حالا گمانه های وجود داره که پاکستان در پی این است کسی از جریان گفتگوهای چهار جانبه در جریان نباشد، لااقل مردم افغانستان چرا باید چنین باشد؟ من فکر میکنم هر قدمی که پیش میره مردم پاکستان، مردم افغانستان این همه باید بدانن، خاصتا مردم افغانستان که قربانی جنگ هستن، باید بدانن که چی میشه و به کجا میره، چگونه با پاکستان چی ملاحظات داره، کدام مسائل پیشکش میکنه و همی طرف هایی که با هم مثلا گرد هم آمدن یا همی پروسه چهار جانبه که هر جانب، من فکر میکنم امروز دیگه ایالات متحده امریکا، چین در ایجه بمثابه کشورهای بزرگ در سطح منطقه و دنیا باید از اونو تأثیر گذاری، از اونو اعتبار و نفوذ که در سطح دنیا و منطقه دارن از او باید استفاده شود و واقعا این پروسه باید به یک جایی برسه. در غیر از اون فکر میکنم به اعتبار از یا هم صدمه زده میشه هرگاه این صداقت لازم در پروسه نباشه. این امیدواری است که در پولی ازی خب که
پروسه چیز سال به پیش میره. من فکر میکنم چند مورد دیگه است که دولت افغانستان جدا به این باید توجه داشته باشه. یکی من فکر میکنم پروس یعنی مواردی که در داخل کشور صدمه میزنه مشروعیت نظام جدا پرهیز شوه و واقعا در داخل کشور یعنی از هم نظری باید به وجود بیاید که در مجموع همه فقط به خاطر سال که این سال خواسته هم است این دهی رابطه کار بکنن که با گذاشت هر روز مشروعیت نظام. از طرف دیگه کشورهایی که در منطقه است و در سطح دنیا هست واقعا این کشورها دیگه هم کار شود تا ای که یا متقاعد شوند که در کجا باید تروریسم یعنی در اصل جای در لانه ها در هر کجایی که هست باید از بین برده شود و جلوش گرفته شود و دامنش برچیده شود. و دیگه ای که من فکر میکنم کوشش شود دنیا و کشورهایی که همکار بین‌المللی خاصتا ایالات متحده امریکا که توان دفاعی نیروهای افغانی را باید بالا ببره تا ای که خب از یک طرف افغانستان آماده هست که صلح بکنه ولی از طرف دیگه ما هرگاه در پروسه صلح به اصطلاح چیز میشه کارشکنی میشه سبوتاژ میشه یعنی پروسه دیگه که پروسه جنگ است این در میدان جنگ باید فشار وارد شود تا ای که آماده مذاکره و ایگه پاشند. ولی خب این به این مفهوم نیست که یعنی روحی جنگی دامن زده شود نی به هیچ وجه. اول پروسه صلح ولی اگر در پروسه صلح کس حاضر نمیشه باز من فکر میکنم اون رو هم وجود داشته باشه تا اینکه نیروی افغانی توان دفاعی خوب خود داشته باشه. حالا چهارمین نشستی گروه به تاریخ 23 فوریه گفته شده در کابل برگزار میشه. نشست پشت نشست مردم افغانستان واقعا خسته شدن. هر روز در کابل و جاهای دیگر انتحار و انفجار رخ میده اما نشست ها هم ادامه داره. تا کی باید این گونه باشه؟ خب یک چیزی که ما از این جغرافیا برآمده نمیتونیم یه گپ دقیق است و هر جنگ بالاخره آخرش در مذاکره میتونه مشکل حل شوه و بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسن. این درست است ولی در پولی ازی ما باز هم تاکید میکنم که توان دفاعی نیروهای ما باید بلند بره و داخل هم نظری و همچنان دنیا فشار وارد کنه. از یک موضوع قوت باید وارد شوه کاملا از یک موضوع قوت یعنی بزور نمیشه. خب ما بگیم همه چیز بزور یعنی با یک عقلانیت سیاسی با یک دقت که ما از یک طرف از لحاظ دفاعی این توان واقعا داشته باشیم همکاری بین‌المللی کار بکنیم و امیدوار هستیم که جانب چهار جانب که هست و هر کس از چی امکانه به خاطر صلح به خرج داده میتونه که صلح تامین شوه و خاصتا کشور پاکستان که امروز افغانستان قربانی است ولی آرام آرام داره که پاکستان هم یعنی قربانی آتش که خودشان در میده متاسفانه میشن که از امی جلوگیری بکنن که نه تنها دیگه در آینده صرفا دامن جنگ چیز شو به صلح جمع شو بلکه مسائل اقتصادی که یعنی میتونه صلح برای همه پاکستان به چی نیاز داره به انرژی نیاز داره پاکستان به چی به تجارت و ترانزیت نیاز داره پاکستان به این نیاز داره که بالاخره جامعه پاکستان هم این آماده از این نیست که دوامدار جنگ تحمل بکنن بلکه فشار وارد خود کردن بالای دولت خود و بالای کسایی که دامن میزنه ایره یعنی برای چیدن ازی فقط یک صداقت در کار است دیگه هیچ مشکلی وجود نداره با یک صداقت واقعا عمل شوه و فشار لازم وارد شوه و پاکستان صداقت داشته باشه مشکل حل خواهد بود. ممنون از شما میوگل وسیق تحلیلگر مسائل سیاسی سپاسگزارم. تشکر از شما. باشندگان بغلان از بدرازا کشیدن عملیات خورشید 20 نگرانند. آنان میگویند با آنکه نیروهای دولتی از 12 روز بدین سو نبرد را با طالبان آغاز کردند اما تا اکنون هیچ تغییری در جغرافیای جنگ نیامده است. عملیات خورشید 20 در ولایت بغلان 12 روزه شد. شماره از باشندگان این ولایت با نگرانی از بدرازا کشیدن نبرد بغلان میگویند هرچند نظامیان کشور در برابر طالبان می جنگند تا کنون هیچ پیشروی در نبرد دیدن نشده است. آنان از نیروهای حمایت قاطع می خواهند تا برای نابودی جنگجویان نیروهای دولتی را در حمله های هوایی کمک کنند. ما می خواهیم که باید ناتو دیگر در پیمانی که همراه ما امضا کرده و در افغانستان هست همراه دولت همکاری داره باید همکاری شب بکنه دیگر. نبرد 12 روز است که از جنگ های نیروهای امنیتی بالای دنگ بوری و تعانات نیروهای امنیتی که دستاوردی ندارن. دولت افغانستان زحمات خود را کشته نظیره های تیاره و از نیروهای زمینی و تعانات برای طالبان کنند. تلفات وارد نکرده طالبان سکوت بکنه. این 12 روز ما شما میبینیم که بعضی از هلیکوپترها میان و از فاصله بسیار دور به گمانم که شوت میکنن یا میزنن اما نتیجه نمیده.
اما پس از راه اندازی عملیات خورشید 20 در منطقه دندغوری از سوی نظامیان کشور، اکنون طالبان نبرد را به بخش‌های دیگر این ولایت گسترش دادند. شماره از پلیس محلی میگویند که جنگجویان از دو روز بدین سو حمله هایشان را در بغلان مرکزی بر پاسگاه های پلیس محلی آغاز کردند. پستی من درو داره به پلیس محلی بس پتو بند از درسادور روزی که جنگ و درسادور پستی سکوت سوی بس اسکار را اوت خیدل سوک مرس ول سوک زخمیان سول. مردم کوشش میکنه که همی اردوی ملی را از چی طالبا چی کنه خلاص کنه. فرماندهان پلیس محلی در بغلان مرکزی میگویند که طالبان چندین پاسگاه های آنان را در اداره خود درآوردند، اما مقام های امنیتی بغلان در این باره چیزی نمیگویند. در حال حاضر نبرد در چندین نقطه ولایت بغلان ادامه دارد. حصاران نظامی در این ولایت مصروف نبرد با طالبان در بخش های مختلف هستند و در حال حاضر اینجا ولسوالی بغلان مرکزی طالبان توانستند چندین پایگاه پلیس محلی را تصرف کنند و بیش از 10 سرباز و افسر این نیروها را تیرباران کنند و خرابی هوا هم کار را بر نظامیان دشوارتر ساخته. گفته های وجود دارد که جنگ در بغلان فراتر از توان نظامیان کشور شده است. حمید چیزی، طلوع نیوز، ولایت بغلان. باز هم خوش آمدید. قانون تحصیلات عالی از سوی چند فرد محدود مورد دستبرد قرار گرفته است. شماری از استادان دانشگاه در یک نشست خبری هشدار می‌دهند که اگر حکومت برای حل این چالش اقدام نکند، آنان دست بر راهپیمایی‌های بزرگ خواهند زد و تمام مسئولیت‌های آینده به دوش حکومت افغانستان خواهد بود. شماری از استادان دانشگاه‌های دولتی کابل در یک نشست خبری می‌گویند که فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون تحصیلات عالی ناقض و غیر قابل قبول است. قانون به صبغه غیر ملی بین 3-4 نفر جور شده و غیر عادلانه ناجوان مردانه برای رئیس جمهور گفته شده که این پانتون ها قانون پانتون ها ترتیب شده در حضور استادان پانتون های افغانستان. شما تنها فرمان تقنینی شد که شورا نتانسته او را پاس کنه صادر کنین، صادر شد. این استادان هشدار می دهند و می گویند که اگر به خواست های قانونی آنان پاسخی مثبت داده نشود، دست به راهپیمایی های بزرگی خواهند زد. محترم رئیس احمد ضیا مسعود د استادان سره وعده وکړه چې زه به وزیر د عالی تحصیلاتو او زه به وزیر د عدلیې راوغواړم او موږ به سره کښینو، په قانون باندې به موږ بحث وکړو او په قانون کې چې څه لازم وي تغییرات به راولو او دا به محترم رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړو کمه دې څه وکړه. اما مقام ها در وزارت تحصیلات عالی درباره اعتراض استادان دانشگاه های دولتی مبنی بر فرمان تقنینی رئیس جمهور چنین دیدگاهی دارد. فرمان تقنینی به شدت خود باقی است، تمام مواردش عملی میشه و در منصه اجرا قرار دارد. این چندین بار است که استادان دانشگاه های دولتی کابل در واکنش به فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره تحصیلات عالی دست به اعتراض می زنند. اما دیده شود که بخواست های آنان چه زمانی پاسخ داده خواهد شد. پنتاگون تصویرهایی از بدرفتاری نظامیان آمریکایی با زندانیان در افغانستان و عراق پخش کرده است. در این تصویرها نشانه های شکنجه بر بخش های از بدن زندانیان آشکار است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر نیاز مجازات عاملان این بدرفتاری ها و نیز رسیدگی به قربانیان این رویدادها از سوی واشنگتن تاکید دارد. 198 تصویر از بدرفتاری نظامیان آمریکایی با آنان که در بازداشتگاه این نیروها در افغانستان و عراق در بند بودند. مقام‌های پنتاگون می‌گویند که بررسی‌ها درباره 56 قضیه از این دست آنان را به این تصویرها رسانیده است. اکنون 65 نظامی آمریکایی در پیوند با این بدرفتاری‌ها زیر پایگرد قرار خواهند گرفت. هرچند هراس از پیامدهای بد این افشاگری برای امریکاییان نیز برجاست. من از اجرار مشخص درباره پخش این تصویرها آگاه نیستم، اما ما تلاش‌های لازم را برای حفظ جان شهروندانمان همواره روی دست می‌گیریم. و هم حکومت افغانستان در این باره چه دیدگاهی دارد؟ دولت و مردم افغانستان گرفتن این تصاویر و نشر زیره گام درستی به خاطر افزایش شفافیت و همچنان پیگیری موارد سوء استفاده در زندان‌های آمریکایی ها می‌داند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر بر نیاز پیگیری دقیق این قضایا تاکید می‌ورزد.
یک بخش مسئله رسیدگی عدلی و قضایی با مرتکبین و عاملین شکنجه بوده، بخش دیگهش قربانیان شکنجه هستند. دولت امریکا چی اقدامات را برای رسیدگی به او آلام و التیام بخشی برای کسایی که قربانی شکنجه نیروهای امریکایی در افغانستان و عراق هستند، این مسئله برای کمیسیون همواره مهم بوده. با این همه هنوز نزدیک به 1800 تصویر دیگر از بدرفتاری نیروهای امریکایی با زندانیان در افغانستان و عراق سری نگه داشته شدند. این تصویرها به سالهای 2009 تا 2011 میلادی برمیگردند. باز هم خوش آمدید. هواداران ملا رسول رهبر شاخه جدا شده طالبان این بار از فرا به اختر منصور رهبر تازه طالبان هشدار می‌دهند. این افراد می‌گویند که رهبر تازه طالبان دست نشانده پاکستان است و به زودی در سراسر کشور در برابر جنگجویان وی خواهند ایستاد. باز هم گروهی از باشندگان فراه گرد آمدند و به پای سخنرانی هواداران ملا رسول نشستند. جنگجویان این رهبر شاخه جدا شده طالبان میگویند کسی را به نام اختر محمد منصور به رسمیت نمیشناسند و از مردم میخواهند تا در نبردهای پیشرو در برابر مخالفانشان از آنان پشتیبانی کنند. علما و تداپا کرده چه پدغه سعادت که حق بیان کی حق باید ووایی ذکر که انسانان په هر دغه کومره کېږي د علماء او په فتوا باندې بالکل مؤاخذه الله جل جلاله د دې علماء سره کوي. بیا ته موږ په دې توانې دی چې د منصور دادو دا محاذ موږ په ټول افغانستان کې منظم کړی دی، د ټولو ولایتو د پاره ترتیبونه جوړ کړی دي، د هر ولایت د پاره والي او د هر سیمې د پاره مسؤلین دا انتخاب کړي دي او په هر ځای کې مو خلک معاونی دي په خدمت باندې. همه ایشان تاکید می‌ورزند که حمله های هواداران اختر محمد منصور را بی پاسخ نخواهند گذاشت. تشریح تر ابد به پاکستان که موږ د پاکستان غلامی ومنو. تاسو وګورئ چې موږ د سوار لسکالا یا د عطا لسکالا امیر المؤمنین په شهادت رسیدلی موږ په دې خبر نه یو. موږ د دې په مرستا خبر نه یو او موږ د دې په ستړیا خبر نه دا څنګه سوي سره خبر نه یو. دا متاسفانه په یوه مشدار چا د لاسې د پاکستان د لاسې مشتاسته. دا شل کاله دا د نړۍ د امیر المؤمنین د ملا محمد عمر مجاهد په نام روانه و. دا نوې غورځنګ پورې نو په نام باندې دا بیړۍ روانه و. یو وخت دې دا یې موږ تاسو ټولو د حق لارې مجاهدینو غلا کړی و، پټ کړی و، د ده په نام باندې دا کار نامې روانې کړی وې. پس از افشای مرگ ملا محمد عمر، طالبان به چند پارچه تقسیم شدند و حتی در برخی از بخش‌های کشور این گروه‌ها در برابر هم قرار گرفتند. باز هم خوش آمدید. وزیر دفاع سربستان پس از اظهارات غیر اخلاقی و ناپسند در برابر یک خبرنگار زن از مقامش برکنار شد. مجلس نمایندگان سربستان در یک نشست پر سر و صدا براتسیلاف گاشیچ را سلب اعتماد کرد. سپاس از همراهیتان با طلوع. براتسیلاف گاشیچ وزیر دفاع سربستان دو ماه پیش در جریان دیدار از یک کارخانه به یک خبرنگار زن سخنان غیر اخلاقی گفته بود. وزیر دفاع سربستان در ماه دسامبر گذشته هنگامی که با روزنامه‌نگاران حرف می‌زد، یکی از خبرنگاران زن به زانو نشست تا تصویربرداران بتوانند تصویر درست از وزیر بگیرند. اما وزیر دفاع با دیدن این زن گفت که از چنین حرکات خوشش می‌آید. اتحادیه‌های خبرنگاران سربستان اعتراض‌های گسترده‌ای را براه انداختند تا الکساندر ووچیچ نخست وزیر این کشور را قانع سازند که کاشیج را برکنار کند. گاشیچ مثال از مقام‌های حکومتی است. افراد بسیار زیادی دیگر مانند او در حکومت هستند. پرسش این است که آیا پس از انتخابات حکومت بهتری خواهیم داشت؟ من در این باره شک دارم. امروز مجلس نمایندگان سربستان با وجود مخالفت احزاب عضو ائتلاف حاکم کاشیج را سلب صلاحیت کرد. کاشیج یکی از نزدیکترین همکاران سیاسی نخست وزیر سربستان است. در کشوری که هر شهروند آن سالانه تا 60 کیلوگرم گوشت گاو مصرف می‌کنند، بهای گوشت گاو به گونه‌ای سرسام‌آور بالا رفته است. بر بنیاد گزارش‌ها، بهای گوشت گاو در آرژانتین تا 500% بالا رفته و بر مصرف روزانه مردم تأثیر گذاشته است.
آمارها نشان می‌دهند که هر شهروند آرژانتینی سالانه 60 کیلوگرم گوشت مصرف می‌کند. بهای گوشت گاو در بازارهای آرژانتین به گونه‌ای کم پیشینه بالا رفته و انتقاد شدید مردم را برانگیخته است. هرچند بهای مواد خوراکی در سال 2016 در آرژانتین کاهش یافته، اما تأثیری در بهای گوشت گاو نداشته و مردم را وادار ساخته که به خوردن بیشتر گوشت ماهی و مرغ رو بیاورند. من خودم گواه هستم که یک کیلو گوشت گاو $10 آمریکایی فروخته می شود که برای ما بسیار گران است. این به خاطر عوامل است که سرانجام به بازارها می رسد. مسئولان بازارها در آرژانتین بلند رفتن بهای گوشت گاو را با پایین آمدن 40% ارزش پزو واحد پول این کشور نسبت می دهند. بلند رفتن بهای برق بر بلند رفتن قیمت ها تأثیر دارد. هر کاروباری که به گوشت گاو مربوط است سبب می شود تا بهای گوشت بلند برد. آرژانتین بزرگترین مصرف کننده گوشت گاو در جهان است و هر شهروندان به گونه اوسط در هر سال 60 کیلوگرم گوشت گاو می خورد. کشتی های جنگی بیش از 50 کشور دنیا در یک نمایش در هند اشتراک کردند. این نمایش در خلیج بنگال انجام شده و هدف آن ارزیابی کشتی های جنگی گفته شده است. بیش از 100 کشتی جنگی از 50 کشور جهان. مراسم سالانه نمایش کشتی های جنگی در خلیج بنگال در هند برگزار شد تا در کنار نشان دادن قدرت دریانوردی کشورها، کشتی های آنان نیز ارزیابی شود. پرناب مکرجی رئیس جمهور و نرندرا مودی نخست وزیر هند این نمایش را از نزدیک تماشا کردند. هدف از نمایش ساختن پل‌های دوستی است. ما در همه چیز متحد هستیم و برای امن ساختن دریاها تلاش می‌کنیم تا بازرگانی ما انجام شود و هیچ تهدیدی نباشد. این دومین بار است که هند میزبان نمایش کشتی‌های جنگی است. نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ده‌ها کشور دیگر در این نمایش شرکت کردند. شبکه اجتماعی توییتر 125,000 حساب کاربری داعش را بست. این شبکه میگوید که با گماردن کارمندان بیشتر تلاش میکند از تبلیغات و جذب نیرو توسط تندروان به ویژه داعشیان در این شبکه اجتماعی جلوگیری کند. مسئولان توییتر میگویند که از میانه های سال گذشته میلادی تا اکنون نزدیک به 125,000 حساب کاربری مربوط به تندروان را بستند. توییتر نزدیک به 500 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. وزارت صحت برای ریشه‌کن ساختن بیماری فلج کودکان برنامه‌های طرح‌ریزی کرده است. وزیر صحت می‌گوید که بیماری فلج کودکان در مقایسه با سال‌های پیش کاهش چشمگیری یافته و بر بنیاد برنامه‌های تازه برای این بیماری تا نیمه سال 2016 میلادی از کشور ریشه‌کن شود. بیماری فلج کودکان یا پولیو یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها در جهان شمرده می‌شود. پس از آن که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان هنوز هم نگران کننده است، مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند که نابودسازی بیماری فلج کودکان در اولویت کاری حکومت است. یکی از اولویت‌های دولت افغانستان محو پولیو است. در دنیا پولیو از بین رفته، وایرسش قلقمه شده. تنها دو کشوری که هنوز هم پولیو درش موجود است پاکستان است و افغانستان است. در پاکستان در حدود 350 واقعه پولیو امسال ثبت شده. الحمدلله در افغانستان امسال 19 واقعه بود، سال گذشته 25 و 29 واقعه بود. دیگه خود از این دلالت به این میکنه که کار جدی روان است که توقف کنه همی گردش وایرس. رئیس معافیت کتلهی وزارت صحت عامه می گوید که این وزارت برنامه های ویژه ای را روی دست دارد و حتی در بخش هایی که زیر اداره حکومت هم نیستند کارهای انجام شده اند و تلاش ها ادامه دارد تا این بیماری تا 6 ماه آینده از کشور ریشه‌کن شود. انشالله که موفق بشیم که گردش ویروس و اشیره تا نیمه سال 2016 متوقف بسازیم. بعض مشکلات های ناامنی را که ما داریم یا در جاهایی که دسترسی نداریم، ما بعض استراتژی ها یا راهبردهای جدید را هم در پیش رو گرفتیم. به طور مثال تیم های سیاره ما در اونجا مد نظر گرفتیم. این گفته ها در حالی مطرح می شود که افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان است که هنوز هم بیماری فلج کودکان یا پولیو در آن وجود دارد. زنان معتاد در زیر پل سوخته کابل می گویند که اگر حکومت امکانات درمان را برای آنان فراهم سازد، آنان از مصرف مواد مخدر دست خواهند کشید.
در این گزارش زندگی یک بانوی معتاد به مواد مخدر به تصویر کشیده شده است. این بانو که از 6 سال بدین سو به مواد مخدر معتاد شده میگوید که چند بار به مراکز درمان مراجعه کرده اما سود به حالش نداشته است. شیما یک از صدها بانوی معتادی است که شب روزش در این بخش کابل سپری می شود. شیما پس از اخراج از ایران و ناتوانی اقتصادی با شوهرش یک جا به زیر پل سوخته کشانیده شده است. شیمای 25 ساله می گوید که 6 سال می شود که معتاد است و 3 بار به مراکز درمان مراجعه کرده است. اما در ترک اعتیادش سود نداشته است. رفتم در شفاخانه دولتی هم رفتم بیشتر کردم نشد. پس چرا نشد؟ چرا؟ چی مشکلش چی بود؟ جای خوب نگاه نمیکنن، نه دوای خوب داره، نه دیگه خوب داره چی. خب خودت هم کوشش کردی که از ایتیاد نجات بیافی؟ بله، خودم رفته بودم. آل چی؟ آل میخوای بر بار چهارمان بری درمان شوی؟ نه دیگه آل کن نشد خوب. اگه امکانات خوب دولت برد مساج مسازتش واضح هستی که بری بر درمان؟ بله. گفته می شود که در حال حاضر بیش از 10 بانوی معتاد به مواد مخدر در زیر پل سوخته کابل شب روزشان را در میان معتادان مواد مخدر سپری می کنند. شوهرشان اینا از ایران رد مد شده، کس نیست که چیز بکنند، رسیدگی کنند در اینا، آمدن زیر پل دیگه اینا. ما همه حاضر هستیم، اگر ما بریم در اون شفاخانه تداوی توابط توابط قرار بگیریم، نه بعد از اونجا بیرون شویم، باز هم همه زیر پل برای ماست. نه فامیلی کی هست، نه کدام شرکتی هست، نه کدام کاره، فقط در این وطن ما یا خلافکار باشی یا در پلیس باشی یا در اردو باشی. شیما میگوید که پسر 7 ساله نیز دارد که دولت او را به یک از پرورشگاه ها انتقال داده است. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که مرکز برای درمان معتادان زن تا 2 ماه آینده ایجاد خواهد کرد. تمام معتادینی که در یک سال ظرفیت تداوی و گنجایش تداوی وزارت صحت عامه داره نزدیک به 35000 نفر در یک سال میرسه. 4000 بستر فعال ما همین اکنون در سراسر کشور داریم. در کمتر از 2 ماه گذشته نزدیک به 700 معتاد مرد از زیر این پل از سوی حکومت گردآوری شدند و به اردوگاه فنکس انتقال داده شدند. اما برای درمان معتادان زن تا اکنون هیچ کار صورت نگرفته است. جوانانی که در افغانستان به مدلینگ میپردازند با مشکلات بسیاری از جمله نبود امکانات مالی روبروند. اما این جوانان میکوشند تا با استفاده از داشته های خودشان مدلینگ را در کشور گسترش دهند. در این گزارش زندگی یکی از این جوانان به تصویر کشیده شده است. 22 سال دارد و دانشجو اقتصاد است. اما میگوید که از سالها پیش به فکر این بوده که مدل باشد. اکنون 2 سال می شود که به گونه آماتور در این بخش فعالیت دارد. اصلا مدل نمونه ما نامیده. نمونه نه تنها میتونه از لباس باشه، میتونه از کلتور یک مملکت باشه، میتونه از فرهنگ یک مملکت باشه، میتونه از دین مملکت باشه. عضو یک خانواده نو نفری است، اما تنها خودش دنبال مدلینگ را افتاده است. جالب است که در رویاروی با سنت های حاکم بر جامعه، بزرگترین پشتیبان راشد یکی از برادران اوست که قاری قرآن است. بیشتری که ما را سپورت میکنه و یا بیشتری که حمایت میکنه جناب شیخ صاحب قاری صاحب احمد رشاد ماموزه هستند، چون ایشان یک فکر روشن دارند. بخشی از جوانان کشور چندین سال هست که تلاشهایی را برای گسترش مدلینگ برای انداختند. اما دیده می شود که هنوز مشکلات بسیاری فرارای آنان قرار دارند. نبود هزینه کافی برای پرداختن به این کار بزرگترین چالش دانسته می شود. به علت افزایش ناامنی ها و نبرد در ولایت های کندوز و بغلان 80% داد و ستد ها با کشورهای آسیای میانه کاهش یافته است. مسئولان اتاق های تجارت و صنایع با نگرانی از اوضاع بد امنیتی در ولایت بغلان میگویند که ناامنی ها در ولایت های شمال شرق کشور به ویژه بغلان و کندوز ماهانه 150 میلیون دلار به بخش خصوصی کشور زیان میزنند. هرچند روند داد و ستد بازرگانی کشور با شمار از کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان از زمان آغاز جنگ در کندوز با دشواری ها روبرو شد، اما با شدت گرفتن دوباره نبردها در بغلان گذشته از اینکه لین برق وارداتی پایتخت قطع شد، این نبردها سبب رکود بازرگانی و ترانزیت کالاها به آسیای میانه شده. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع میگویند که حکومت در حل مشکلات امنیتی در ولایت‌های کندوز و بغلان ناتوان است.
در ترانزیت تاثیر دارن. ما به صدها موتر ترانزیتی از رای شیرخان بندر به آسیای میانه انتقال داده می شدن و به مشکلات مواجه شدن و بسیار به مشکلات مواجه شدن. از آسیای میانه مواد خام می آوردیم، ترانزیت می کردیم به پاکستان و هم متوقف شده. ما گفته می تانیم که تقریبا ماهانه در حدود 100 الی 150 میلیون دلار عظمی تجارت و عظمی تشبث برای افغانستان مستقیم و غیر مستقیم ضرر می رسند. در امینال شماره از بازرگانان ولایت بغلان نیز از کاهش حجم بازرگانی با کشورهای سیای میانه سخن میگویند. آنان میگویند که در حال حاضر نمیتوانند با بازرگانیشان به گونه عادی در این ولایت بپردازند. یک موترمال یا دو موترمالی که ما قبلا میاوردیم و مخمال آلا آورده نمیتانیم. فروش مال هم کم شده، خرید مال هم کم شده، دکاندار هم چندان کارشان نمیشه که برای ما پیسه پس بتن. از سویم شمار از فروشندگان در ولایت بغلان نیز از رکود کار و بار در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند که با آغاز نبرد در شماره از بخش‌های این ولایت گذشته از نبود کار، توان خرید مردم به گونه چشمگیری کاهش یافته است. چه آرامی نی بیا دکاندار باندې تاثیر غرزی چاغه هیڅ شی لاست نه راځي قرار داد ورته نست. گفته نیست که از پنج ماه بعد این سو نبرد خوابونه امنی ها در ولایت های شمال شرق کشور به ویژه ولایت های کندوز و بغلان جریان دارد و این در حال است که بخش زیادی از داد و ستد بازرگانی افغانستان از راه کندوز با کشورهای آسیای میانه صورت می گیرد. شماره از بازرگانان با نگرانی از وضعیت بد امنیتی در این ولایت ها می گویند که حکومت باید جلوی ناامنی ها را در این مسیر بگیرد. هواپیمای نو آنتونوف 225 بزرگترین هواپیمای کارگو در جهان است. این هواپیما با داشتن 6 ماشین توان انتقال 250 تن وزن را در یک وقت دارد. آنتونوف 225 در زمان شوروی پیشین طراحی شد، اما پس از فروپاشی شوروی پیشین کار ساخت آن در اوکراین از سر گرفته شد. هواپیمای آنتونوف 225 از بزرگترین هواپیماهای کارگو با بالهای ثابت در جهان است. این هواپیما در سال 1978 میلادی با نخستین پروازش در خطوط هوانوردی آنتونوف در اوکراین به کار گرفته شد. این هواپیما با ظرفیت انتقال 250 تن وزن که معادل 1500 مسافر است، قادر است که اشیای سنگین وزن مانند تانک ها و واگن های رای آهن را نیز انتقال دهد. تمام انواع کارگو را هواپیمای آنتونوف 225 با سادگی انتقال داده می تواند و هدف ساخت این هواپیما بر بنیاد نیاز جهانیان به همچو هواپیماهای بزرگ کارگو بوده است. حجم داخلی این هواپیما متناسب به 8 اتاق میان است و گفته می شود که اگر این هواپیما مسافربری ساخته شود، برای انجام خدمات مسافران در داخل آن نیاز به 17 خدمه خواهند بود. هواپیمای آنتونوف 225 با داشتن 6 ماشین 18 تن نفت در یک ساعت می سوزاند و می تواند به گونه دوامدار 12 ساعت پرواز کند. ما به خاطر که بتوانیم تجربه بهتر ما را در ساخت یک هواپیمای بزرگ جهان به نمایش بگذاریم، این هواپیما را ساختیم و ما برای حمایت بیشتر از صنعت هواپیماسازی ما این هواپیما را به جهان پیشکش کردیم. به کار انداختن این هواپیمای بزرگ جهان دو خلبان نیاز دارد و سرعت آن 800 کیلومتر در یک ساعت است. این در حالی است که گفته می شود هواپیمای آنتونوف 225 با درازی 84 متر 18 متر از زمین بلندی دارد و پهنای بالهای این هواپیما بیش از 80 متر است. وزارت داخله چالش ها و کمبود های نیروهای امنیتی کشور را در میدان های نبرد با گروه های هراس افغان می پذیرد، اما می گوید که نظامیان کشور دستاوردهای خوبی در این نبرد ها داشتند. وزارت دفاع هم هشدار می‌دهد که جنگ افغانستان یک نبرد بسیار خطرناک است و نباید این نبرد دست کم گرفته شود. میدان‌های نبرد داغ افغانستان در زمستان. امسال افغانستان در زمستان نیست و دور از خشونت‌های خونین نماند. در این میان بغلان و هلمند میدان‌های نبرد سنگینی را دارند. اما ظاهراً به گونه ای که انتظار می رفت عملیات های نیروهای دولتی در این میدان ها نتیجه نداشتند. انتقادها از مدیریت این جنگ هاست.
زمونږ دښمن د هیواد اقام آرام نه کینی تر څو چې وسه وشي خلک وژني، کوچنیان وژني، ښځې وژني، خلک په بمانو الوزي، انتحار کوي، مینګري، او د افغانستان دښمنان دي. دا جګړه یوه جدي جګړه ده، دې ته په داسې کم سترګو ونه کتل شي. دوازده روز از آغاز عملیات بغلان می گذرد. نیروهای زیاد برای سرکوب جنگجویان حراس افغان در دندغوری بسیج شدند. بیشتر از 3 ماه می گذرد که بخش های از هلمند که از دست رفتند پس گرفته نشدند. یکی جنگ در نقطه 3 ما توقف میکنه، در حالی که ما امکانات هوایی هم داریم، در حالی که امکانات زمینی داریم، قطعات خاص داریم. در این رابطه باید دولت عمیقا توجه بکنه و بازنگری بکنه در وجود مدیرای جنگ. در غیر؟ خب در غیر از اینکه جنگ فرسایشی میشه و کثرت وظایف سبب خستگی میشه. با تاسف که با نبود یک استراتژی مدون و تنظیم دقیق اپراسیونهای نظامی در افغانستان بر اجرای عملیات ها، نبود مرکز واحد فرماندهی و رهبری عملیات ها باعث تلفات بیشتر نیروهای ما، طولانی شدن جنگ، روحی دشمن گردیده است. فعالیت های حراس افغانان در هلمند تهدید بزرگ برای چندین ولایت جنوب و جنوب غرب کشور است و هلمند به مانند شاهرگ این بخش است. بغلانی است گذرگاه شمال و شمال شرق کشور است. شماری از باشندگان پایتخت با انتقاد از کارکرد ضعیف ریاست آبرسانی میگویند که این ریاست در 14 سال گذشته در گسترش شبکه آبرسانی در پایتخت ناکام بوده است. آنان میگویند که با وجود میلیون ها دلار کمک های جامعه جهانی به این ریاست، بخش زیادی از پایتخت با کمبود آب آشامیدنی روبرو است. شماری از باشندگان ناحیه هفتم شهر کابل با نگرانی از کاهش آب آشامیدنی در این ناحیه میگویند که در 14 سال گذشته شبکه آبرسانی به این منطقه نرسیده و اکنون شماری از باشندگان این ناحیه به علت خشک شدن چاهایشان ناگزیرند یک بشکه آب را به 20 افغانی بخرند. آنان مسئولان ریاست آبرسانی را در بخش گسترش شبکه آبرسانی در پایتخت به بی‌پروایی متهم کرده میگویند که در 14 سال گذشته این ریاست هیچ کاری برای حل کمبود آب آشامیدنی نکرده است. آب سطحی این منطقه بسیار پایان رفته و تمام چاهای اهالی خشک شده و از طرف دیگر از طرف حکومت هم هیچ توجهی در این باره صورت نگرفته. حال کدام مؤسسات هم مراجعه نکرده که برای ما یکان چهار زده شود یا سیستم نلدوانی یا آبرسانی را بر ما فعال بسازه. از این بابت مشکلات زیادی در ساحه وجود داره و مردم یکان چای که آب داره از او اطفال و مردم آب میبرن خانه خود. ما به خاطر از اینکه در این منطقه هستیم در چهار اطراف میخانه هیچ مکمل او نیست. ما بسیار دچار مشکلات هم هستیم. ما میخواهیم که از دولت خود که باید از ما به هر شکل که میشه بخش ما رایحه و مساعد بسازه. از سوی دیگر شماری از باشندگان منطقه دارالامان میگویند که به علت کمبود آب آشامیدنی بیداشتی ناگزیرند از دیگر مناطق شهر آب تهیه کنند. و فعلا ما همه مردم بسیار با مشکلات سخت روبرو است. چاهای خشک شده، بمباها خراب است و مردم از ساحای بسیار دور برای خود آب آشامیدنی تهیه میکند. خواستیم در این باره نظر مسئولان ریاست آبرسانی را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. این در حال است که گفته می‌شود در 14 سال گذشته چندین نهاد برای گسترش شبکه آبرسانی در پایتخت کمک‌های انگفته کردند، اما ظاهراً به نظر می‌رسد که تاکنون در بخش گسترش شبکه آبرسانی در شهر اقدامات لازم صورت نگرفته است. مسی شمار گل‌هایش را در دوران بازی‌های رسمی به عدد 500 رساند. Który przegrywa w ostatnich tygodniach rywalizację z Antonio Barraganem. Stawiał go również Gary Neville, choćby na pozycji, czy też wcześniej Nuno, na pozycji lewego... Lionel Messi bo hat-trick dar barabar Valencia dar raqabat-haye jam hasfi Espanya az marz 500 gol herfe-i dar dauran bazi khod gozasht, ta pas az Cristiano Ronaldo ba in rekord berasad. Gol! 3-0! To bylo cudovne! بارسلونا در دیدار رفت مرحله نیمه پایانی جام حذفی اسپانیا جشنواره گل برانداخت و موفق شد والنسیا را با 7 گل از پیش رو بردارد تا صعودش به دیدار پایانی تقریبا قطعی شده باشد. در این دیدار لیونل مسی توانست هتریک کند تا تعداد گل‌های دوران فوتبالش را به عدد 501 برساند و آن را از مرز 500 گل بگذراند.
این گل‌ها علاوه بر بازی‌های بارسلونا شامل تمامی گل‌هایی است که این فوق ستاره فوتبال جهان با پیراهن تیم ملی آرژانتین و بازی برای تیم زیر 20 ساله‌های آرژانتین و تیم المپیک آرژانتین به ثمر رسانده است. دومین گل او در بازی در برابر والنسیا 435مین گلش با پیراهن بارسلونا محسوب می‌شد. مسی همچنان 49 گل در تیم ملی آرژانتین به ثمر رسانده است که با ریکارد بهترین گلزن آرژانتین 7 گل فاصله دارد. در حال حاضر گابریل باتیستو با 56 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال آرژانتین است و مسی شانس این را دارد در سال 2016 میلادی این ریکارد را نیز از پیش رو بردارد. در همین حال مسی 14 گل در تیم ملی زیر 20 ساله های آرژانتین و 23 گل با تیم المپیک این کشور به ثمر رسانده است. 501مین گل مسی پس از به ثمر رساندن سومین گلش در بازی در برابر والنسیا به ثمر رسید. اکنون مسی امیدوار است که بتواند تعداد گل های تیم ملی آرژانتین را به نام خود ثبت کند و همانطور که رونالدو برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال است، مسی نیز برترین گلزن آرژانتین شود. مسی بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا در بازی‌های رسمی نیز به شمار می‌آید. او توانست در سال 2012 میلادی صاحب ریکارد بیشترین گل زده در یک سال با 91 گل شود. مسی به همراه بارسلونا 7 بار قهرمان لالیگا، 3 بار قهرمان جام حذفی اسپانیا، 5 بار قهرمان سوپرکپ اسپانیا، 4 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، 2 بار قهرمان سوپرکپ اروپا و 2 بار قهرمان و 1 بار نایب قهرمان جام باشگاه جهان شده است. مسی نخستین و تنها بازیکنی است که در 4 رقابت لیگ قهرمانان به عنوان بهترین گلزن دست یافته است. وی همچنان نخستین بازیکنی است که در این رقابت‌ها ریکارد بیشترین هتریک با 4 هتریک را در اختیار دارد. و اما 5 فوریه برابر بود با سالروز تولد کریستیانو رونالدو. فوق ستاره پرتغالی جهان فوتبال روز جمعه 31 ساله شد و آهسته آهسته به پایان سلطه‌اش در فوتبال جهان نزدیک می شود. کریستیانو رونالدو در 10 سالگی برای ناسیونال مادیرا، شهری که زاده آن بود، بازی کرد و پس از چند سال و با پیشرفتی قابل توجه راهی تیم اسپورتینگ لیسبون، یکی از تیم‌های مطرح فوتبال پرتغال شد. یک فصل از حضور او در اسپورتینگ بیشتر نگذشته بود که باشگاه اسپورتینگ تصمیم گرفت برای افتتاح ورزشگاه جدید خود از باشگاه منچستر یونایتد دعوت کند. در آن مسابقه رونالدو برای اسپورتینگ خوش درخشید و همین کافی بود تا سر الکس فرگوسن متقاعد شود او را به جمع شیاطین سرخ بیاورد. کریستیانو با انتقالی به ارزش 12 میلیون پوند در سال 2003 میلادی راهی منچستر یونایتد شد و به نخستین پرتغالی تاریخ این باشگاه لقب گرفت. در روزهای ابتدایی حضور او در اولترافورد برخی بزرگان باشگاه اعتقاد داشتند این بازیکن مستعد و سبکبال تسلط خاصی به کار با توپ دارد و احتمال این که در آینده و با شکوفایی بیشتر چندین برابر بهتر از این هم شود وجود دارد. کریستیانو نخستین بازیش را برای سرخ‌های یونایتد در جام حذفی در برابر بولتون انجام داد و چند ماه بعد نخستین گل خود را در برابر پورتموس به ثمر رساند. او پلای ترقی را زیر نظر فرگوسن به سرعت طی کرد و اوضاع برای او به گونه‌ای پیش می‌رفت که در سال 2006 میلادی برای 2 بار پی در پی جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلستان را به خود اختصاص داد. در حالی که در پایان فصل عنوان بهترین بازیکن جوان لیگ انگلستان را نیز به خود اختصاص داده بود، پیشنهاد بزرگ رئال مادرید را نادیده گرفت و قراردادش را با منچستر تمدید کرد. کریستیانو در حالی که تنها 22 سال سن داشت، سال 2007 میلادی موفق شد در میان 3 نامزد نهایی توپ طلا قرار گیرد که آن سال پس از کاکا دومین فوتبالیست برتر جهان لقب گرفت. یک سال بعد او با قهرمانی با شیاطین سرخ در جام باشگاه‌های اروپا به کفش طلای اروپا و توپ طلای فوتبال در سال 2008 میلادی رسید. او در تابستان سال 2009 میلادی با رقمی به ارزش 80 میلیون پوند راهی باشگاه رئال مادرید شد.
در مراسم معرفیش در مادرید استقبال 80,000 نفری به عمل آمد که به خودی خود ریکارد محسوب میشد. او نخستین گل خود در لالیگا را با پیرن کهکشانی ها در برابر دیپورتیو لاکرونیا به ثمر رساند و از آن زمان رقابت او با فوق ستاره ارجنتینی بارسلونا شکل گرفت. پس از اینکه 4 سال پی در پی لئو مسی توپ طلا را از آن خود کرد، اما کریستیانو رونالدو از تلاش خود دست نکشید و دوباره دیگر در سالهای 2013 و 2014 میلادی عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان را با پشت سر گذاشتن فوق ستاره ارجنتینی به خود اختصاص میداد. کریستیانو پس از تجربه 328 بازی با پیراهن رئال مادرید و کسب 7 جام معتبر با این باشگاه موفق شد با به ثمر رساندن 343 گل به ریکارد گلزنی رئال گونزالس غلبه کند و بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید شود. رونالدو 31 ساله در حال جزء اسطوره‌های باشگاه رئال مادرید محسوب می‌شود که به نسبت دوران اوج خود فاصله گرفته است و به سال‌های آخر فوتبال خود نزدیک می‌شود، و گونه‌ای که بسیاری برای او چالش جدیدی را تعریف می‌کنند که شاید کریستیانو بخواهد تا به سال آینده بار دیگر ریکارد نقل و انتقالات را شکسته و به پاریس سن ژرمن در فوتبال فرانسه منتقل شود. و با شکست آرسنال در برابر چلسی روند نزولی این تیم لندنی آغاز شد و تا رده چهارم جدول پایین آمد. آرسن ونگر پیش از این گفته بود که تصمیم به بازنشستگیش تصمیمی ذاتی و تا اندازه‌ای غیر ارادی خواهد بود تا یک تصمیم از پیش تعیین شده، اما بدون شک هر مربی حتما در ذهن خود ایده و تصمیمی برای زمان خداحافظی از حرفه مربیگری دارد تا فرصت را در اختیار دیگران قرار دهد. این مربی فرانسوی 66 ساله پس از فصل 2004 میلادی هرگز موفق نشد تا تیمی پرقدرت و شکست ناپذیر را روانه مسابقات کند. دو قهرمانی در اف ای کپ در دو سال گذشته تنها موفقیت های این باشگاه از سال 2005 میلادی تا کنون بوده است. اما شاید خنده‌دار باشد که باشگاه آرسنال باز هم پیشنهاد تمدید قرارداد به مربی خود داده است که احتمال توافق نهایی بین دو طرف بسیار زیاد است. طبق قرارداد جدید، آرسن ونگر تا سال 2019 میلادی همچنان به عنوان سرمربی توپچی‌های لندن به کار خود ادامه خواهد داد. قرارداد فعلی ونگر در سال 2017 میلادی به پایان میرسد، اما اگر آرسنال در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر به عنوانی کمتر از قهرمانی دست یابد، آرسن ونگر باید به طور جدی به بازنشستگی فکر کند. اگر وی در این فصل قادر به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر نباشد، شک نداشته باشید که دیگر هرگز به چنین عنوانی دست نخواهد یافت. best teams they bully the other teams when they out football them but generally I have to say they're going to have to change if they're going to want to get to that extra mile. توپچی‌های لندنی اصلا نمی‌توانند فرصتی بهتر از همین امسال برای تصاحب جام قهرمانی به دست بیاورند، زیرا نبرد بر سر قهرمانی میان تیم‌های بالای جدول خیلی فشرده نیست و البته حریفان سنتی آرسنال هم در این فصل بسیار آسیب‌پذیر نشان می‌دهند. منچستر یونایتد و چلسی در رقابت‌های این فصل لیگ برتر نمایش بسیار ناامیدکننده‌ای داشتند که احتمال دارد شرایط تیمی آنها حتی در فصل بعد هم همین گونه باشد. منچستر سیتی هم دچار لغزش می شود و در این فصل رقابت شانه به شانه با آرسنالی ها دارد. البته طبق پیشبینی تمامی کارشناسان و خبرنگاران، منچستر سیتی در تابستان آینده سکان هدایت خود را به پپ گواردیولا سپرد. سپاسگزارم از همراهیتان. شب بر شما خوش.